آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر آخرین فرستادهش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بقیت الله ارواحنا و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا و یکایک شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و این ایام شادی و فرح و سرور حضرات معصومین و در این ماه ربیع بهارگونه دلاتون همیشه بهاری بشه و انشاءالله شکوفه های دلمون با ظهور حضرت حجت به گل تبدیل بشند و انشاءالله ثمرات عالی از حکومت اسلامی نصیب ما بشود انشاءالله. در پناه حضرت حق باشید انشاءالله. محضر جناب آقای رفعتی هم عرض سلام و تبریک دارم. علیکم سلام. سلام، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، متشکر. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله سلامت باشید، سربلند باشید. امیدوار هستیم به دعای همه دوستان نزدیک شدن فرج امام زمان علیه السلام در این مکان مقدس با زمزمه های خوب شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب روزها رو داریم یکی پس از دیگر پشت سر میگذاریم و کم کم به ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام نزدیک میشیم و اما بحثمون هم بحث قضاوت و شهود که دیروز کم کم رفتیم دیگه توی فضای شهود. احسنت. عرض شد محضر عزیزان که شاهد کسی است که بالغ، عاقل، انسان عادلیه، طبعا یعنی مؤمن، حلال زاده است، کار درسته، متهم نیست. این هم شرایطی هست در باب شهادت به جهت اینکه شاهد بر کلامش آثار زیادی بار میشه. دیروز گفتیم اگر دو نفر که شرایط رو دارن، یعنی به حسب ظاهر عادلن، شهادت دادن که فلانی توسط فلانی کشته شده، دو نفر مرد شهادت دادن که فلانی فلانی رو کشته، یا چهار تا زن یا یه مرد و دو تا زن شهادت دادن فلانی قاتله، بعد که طرف قصاص شد اومدن گفتن که ما دروغ گفتیم، ما پول گرفته بودیم که این شهادت رو بدیم. معصوم که نیستن، عادلن ولی معصوم نیستن. ما فکر میکردیم عادلن، اصلا عادل نبودن، ظاهر و صلاح بودن ولی در باطن خراب بودن. تو این قصه معلوم شد یا واقعا خوب بودن، سر قصه پول وسوسه شدن، شهادت دروغ دادن. اگر گفتن اشتباه کردیم، فکر میکردیم اینه، برادرش بود، یکی دیگه بود، مثلا باید دیه اون شخص کشته شده رو به خانوادش برگردونن. و اگر گفتن دروغ شهادت دادیم، ورثه اون شخص، صاحبان دم، یعنی اون کسی که به قصاص کشته شده، میتونن از شهود قصاص بگیرن. فرض بکنید 4 تا زن بوده، هر 4 نفر رو میتونن قصاص کنن، یه مرد و 2 زن، 2 مرد بوده، میتونن قصاص کنن. شهادت به این راحتی ها نیست. اگر برای قاضی ثابت شد که کسی شهادت دروغ داده،
قاضی او رو مؤاخذه میکنه. ما یک حد داریم و یک تعذیر. حد اونیست که اندازش در شرع مقدس مشخص شده، حد زنا، حد سرقت، حد قصف، حد ارتداد. اما اونایی که حدش مشخص نشده، حد یعنی قانون مجازات، مشخص نشده تعذیر میشه، یعنی به صلاح دید قاضی این شخص مورد مجازات قرار میگه. 20 ضربه شلاقش بزنید، 10 ضربه شلاقش بزنید، البته با همه شرایطش. الان ما نداریم میگیم اینا باید اجرا بشه، چون در جای خودش گفتیم اجرای این قوانین شرایط زیادی داره. اگه همه شرایط جمع بود قاضی تعذیر میکنه. خب شخصی که شهادت به دروغ داده، به اصطلاح شهادت زور داده، این باید تعذیر بشه. غیر از اینکه باید تعذیر بشه، باید آبروش تو جامعه بره. کار کوچیکی نکردی، تو با آبروی مردم بازی کردی. یک شهادت بلد. خاصیت این آبرو بردن چیه؟ خاصیتش اینه که دیگه نمیتونه جای دیگه استفاده بکنه. چون وقتی که یه بار شهادت دادید، مردم احترام گذاشتن، حرفش ترتیب اثر دادن، فلان، یه جای دیگه هم، بله، شهر دیگه، توی جریان دیگه این کار رو انجام میده. بنابراین باید بگن که آقا این آدم راستگویی نیست. خود قاضی این کارو میکنه، به این ور میسپره. پس معلوم شده که از جاهایی که غیبت جایزه در مورد شاهده، شاهدی که به دروغ شهادت داده، بله، این باید آبروش بره. باید البته نبیایم بگیم که مثلا این آدم دزده، این آدم زناکاره، این آدم اون عملش رو، بله، تکذیب بگیم، اطلاع بگیم قابل اطمینان نیست، بهش اطمینان نکنید، به خبرش عمل نکنید. بنابراین منصب بسیار مهمی است، منصب شهادت. عرض کنم راجع به شهادت، شهادت دادن واجبه یا مستحب؟ واجبه، اما واجبه کفایی. یعنی اگر من از این جریان خبر دارم، میدونم این خونه مال شماست، تمام اهل منطقه میدونن، طرف رفت قاضی، رفت محکمه و درخواست کرد که بابا این که خونه من نشسته قاصبه، خونه مال منه، قاضی اون شخص رو حاضر کرد، گفتشون میگه که خونه مال منه، شما به زور نشستید، به قصد نشستید، طرف منکر شد یا گفت من خبر ندارم، شاهد بیاره قبول میکنم، خونه رو بهش میدم. در هر صورت نیاز به شاهد شد. میاد به اهل محل میگه دو تا شاهد میخوام. اهل محل هم همه آدمای ظاهر و صلاح، یعنی آدمای خوبی، یعنی عادلن، شرایط شهادت رو فرض کنیم دارن، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، دو نفر هم کافیه، رفتن، آیا بر بقیه واجبه برن؟ نه. به اندازه که حق ایشون مطالبه بشه و برسه به حق خودش، این از حقوق مؤمنین بر هم دیگه است. بعضی از این حقوق جز مستحبات، مثل مشایعتش، مثل زیارتش در مریضی، ولی بعضی از این حقوق جز حقوق لازم و واجب هست، خصوصا در بحث حدود که شخصی نیاز به شهود شد در اینکه قاتل بوده، ده نفر دیدن که فلانی فلانی رو کشته، یه آدم ظالم گردن کشی بود، یه مسئولی بود، یه خانی بود، یه شاهی بود، برای خودش یه عده‌ای رو کشت، همم شاهدن که این دستور داد، همم شاهدن که دستور این کشتش، یا خودش اصلا قاتل بود. خب الان میخوان مجازاتش بکنن، گفتن آقا کی شهادت میده؟ دو نفر پاشدن رفتن، ده نفر پاشدن رفتن، دیگه نیاز نیست من برم، ساقط میشه از گردن من. اگه هیچکی نرفت گناه کردیم، به هر حال نتونیم، همه این مجموعه گناه کردن، بله. حالا اگر شاهد میترسه که اگه بره شهادت بده جانش مثلا طرف تهدیدش کرده، اگر اومدی شهادت دادی خودت، خانواده‌ات، خلاصه تهدید میکنه. آدمی هم هست که ازش میاد این کار انجام بده، طرف مقابل، بله، چون دین نداره، ایمان نداره، بلا سر خودم و خانواده‌ام میاره و بلاش خیلی بزرگتره تا این شهادت هست. یه وقتی من آدم قوی هم، ترسی ازش ندارم، من خودم هم نیرو دارم، افراد دارم، فلان، شهادت میدم، باید شهادت بدم. اما یه وقتی نه، من واقعا نمیرسه زورم بهش و این جنایت چه انجام میده، ساقط میشه از من، یعنی واجب نیست من این ضرر رو تحمل کنم برای اینکه اون شخص به حقش برسه. این باید در حد وجوب مثل اعمال عبادیه، یعنی ضررش ضرری باشه که قابل تحمل نیست. یه وقت گفته اگه اومدی شهادت دادی، اون 1,000,000 طلبی که ازم داری دیگه نمیدم ها، خب حالا نده 1,000,000، آره، به جای بر نمیخوره. اما این وقتی گفت نه، اگر اومدی شهادت دادی جانت به خطر میفته، بچه‌هات هم، خانواده‌ت هم، زندگی تو آتیش می‌کشن، بعضیش هم میاد که این کارو بکنه، بلوف نمیزنه، دیگه ساقط میشه از گردن من، بر من واجب نیست. بنابراین منصب شهادتی منصب بالایی است. چیزی که میگیم واجب کفاییه، یعنی تا زمانی که عده‌ای هستن بر شما مستحبه، وقتی هیچ که نرفت بر شما معین میشه که این کارو انجام بدید. در باب شهادت دو تا نکته مهم هست که اشارتاً یکیشو دیروز گفتیم و اون این است که
کیا شهادتشون قبول نمیشه؟ مثلا از باب مثال آیا بچه شهادتش قبوله یا نه؟ گفتیم نه، باید بالغ باشه. ولی یه مواردی در شرع گفته شده که الان حالا جزئیات من واردش نمیشم، شهادتش قبوله. یا برده، خب حالا نیست دیگه، وارد جزئیاتش نمیشیم. در باب وصیت، اگر کسی وصیتی است به نفعش بخواد شهادت بده برای خودش، پذیرفته نمیشه. شهادت کسی که دشمنه نسبت به دشمن خودش پذیرفته نمیشه، عداوت این وسط. بله. شهادت زن در بابت طلاق در حدود پذیرفته نمیشه. نکته دوم و همچنین در مورد عبد که گفتیم الان نیست، این هست که آیا یک زن به تنهایی میتونه شهادت بده یا نه؟ اگر دو مرد جای شهادت بدن یا چهار زن یا یک مرد و دو زن کفایت میکنه. اما یه جاهایی هست که یه دونه زن هم باشه شهادتش قبوله. مثلا کجا؟ مثلا در بابت بکارت، زنی شهادت داد که فلانی باکر است، یه دونه زن، آیا نیاز چهار تا شاهد بیان شهادت بدن؟ چهار تا زن؟ نه، یک دونه زن هم. بله. نه اینکه خود شخص بگه، این مدعیه. بله بله. گفتن شاهد داری، شاهد. یه نفر برداشت آورد. میگم چون امور حیثیه شاید با یک نفر، حالا ما چراهاشو نمیدونیم. آه. شاید این باشه که شما میفرمایید، اما گفتن با یک دونه شهادت زن هم کفایت میکنه. یکی دیگه از مواردی که بازم شهادت دونه زن کافیه، میفرمان شهادت قابله است، زنی که بچه رو به دنیا آورده. میگن که این بچه به دنیا آمد مرده بود یا زنده بود؟ خود قابله باید قابل بشه. یک دونه زن بیشتر نیست. اگه گفت زنده بود بعد از دنیا رفت، شهادتش قبوله. خب میدونید اثر داره. فرض بکنید قبل از دنیا اومدن این بچه باباش فوت شده، اگه این بچه به دنیا اومده و مرده ولو یه لحظه، زنده بوده و از دنیا رفته، ارث میبره و از ارثش سهم مادرش و فرق میکنه، تقسیم مختلف میشه. خب آیا شهادت قابله که یک زن بیشتر نیست قبوله؟ میگن بله قبوله. البته میدونید باید عادل باشه، یعنی عدالتش محرز، همه شرایط رو داره، فقط یک دونه زن بیشتر نیست. یکی دیگه از مواردی که شهادت یک دونه زن هم قبول هست در باب وصیت. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی وصیت کرده که مثلا 1,000,000 به فلانی بدید، شخص میاد تو دادگاه میگه که فلانی وصیت کرده 1,000,000 به من بدید، میگن شاهد داری؟ میگه بله. کی؟ فلان خانم. از خانم میپرسن آیا فلانی وصیت کرد 1,000,000 بهشون بدیم؟ میگه بله من شاهدم. از 1,000,000 یک چهارمش رو به این میدن، یعنی 250,000. اگه یه زن دیگه شهادت داد 500,000، اگه یه زن دیگه شهادت داد 3 تا 750,000، اگه 4 زن شهادت دادن تمام 1,000,000 رو. خب اگه 4 لازم بود که شاهد کامل باشه، چون شاهد 2 تا مرد یا 4 تا زنن، اگه لازم بود که حتما این، بنابراین اگه 3 تا زن شهادت میدادن نباید هیچی میدادیم، یک دونه که اصلا نباید میدادیم. این نشون دهنده که یک دونه شهادت هم کفایت در مورد این مورد وصیت کافیه. یه نکته دیگه هم باز در مورد شهادت عرض بکنم که اون هم شاید ابتلا بشه و قابل توجه و تأمل هست، اینه که در مورد شاهد 2 تا مرد 4 تا زن در بحث غایب بودن، یعنی اگر متهم غایب نیست چی کار باید بکنیم؟ میگن اگر حدود ما یک سری حق الناس داریم، یک سری حق الله، دیروز هم اشاره کردیم، حق الناس یعنی این خونه مال فلانیه، حق الله یعنی زنا کرده، یعنی شراب خورده، یعنی اگر راجع به حق الناس طرف نیستش، حاضر نیست، شهود آوردن، مطلب ثابت شد، میتونه قاضی حکم بکنه، یعنی با شهادت تمام کافیه. اما اگر راجع به حدود الله باشه، اینجا میگن نباید طرف متهم باشه، حاضر بوده باشه تا شهادتش تأثیر داشته باشه. یه سری جزئیاتی هم هست ان شاءالله بعد عرض میکنیم. علی حال کسی که میخواد در بابت شهادت حتما باید دقت بکنه، حتما باید شرایط رو لحاظ بکنه، حتما باید تو این جهت، چون یکی از نواقصی که در شاید محاکم دنیای امروز باشه، یعنی خیلی مشکلات هست متاسفانه، کیش اینه، توجهی در بابت شهادت نمیشه. این شاهد کیه؟ یعنی آقا بردار شاهد بیار، 2 نفر 3 نفر برداره میاره، راجع به این شهود دیگه مجالی برای تحقیق، انقدر خود پرونده ها زیاده و وقتگیر که دیگه تحقیق راجع به شهود نمیشه، مطالعه راجع به شهود، مگه دیگه خیلی مطلب مهم باشه و طرف ادعا بکنه و دنبال کنن و از این جریانات، و الا به مجرد اینکه 2 نفر نوشتن و یا 4 نفر 10 نفر نوشتن امضا کردن به عنوان شهود،
میپذیرن، در حالی که خیلی مهمه و خیلی وقتا میشه طرف اصلا ندیده. شاهد باید علم داشته باشه تا شهادت بده، اینم مهمه. شاهدی که شک داره، به چشمش ندیده، از مردم شنیده، نمیتونه بیاد شهادت بده. با من مطمئنم یه آدم خوبیه، یقینا این گناه رو انجام نداده، من میام شهادت میدم، میتونه؟ یقین دارم، قسم حضرت عباس هم میخورم، قسم خدا هم میخورم. شنیده ها نمیشه، نمیشه. شاهد حتما باید دیده باشه. آیا شهادت، شاهد میتونه با اعتراف بیاد شهادت بده؟ یعنی خود طرف اعتراف کرد من اعترافش شنیدم، یعنی اشکالی نداره. ولو شما ندیدی، ولی اعترافش شنیدی، گفت من به فلانی اینقدر بدهکارم، میاد در محکمه شهادت میدی. چرا؟ چون خودش اعتراف کرد، شما اعتراف کردید، اقرار خودش رو دارید دوباره. حالا ان شاءالله جزئیاتی هم هست و عزیزانم میپرسن، در خدمت شما هستم. بسیار ممنون و متشکرم. بریم و برگردیم، باز دوباره در خدمت شما خواهیم بود. سلام دوباره میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و طبق هر روز بیان میکنم شماره تلفن رو یادداشت بفرمایید و از طریق واتساپ با برنامه خودتون ارتباط بگیرید. الان هم براتون زیرنویس کردن، در حین برنامه هم سوالاتتون رو میتونید بپرسید که اگر در تایم برنامه هم سوالتون به ما برسه انشالله پاسخگو خواهیم بود، بلا میمونه برای روز بعدش. 2-0-964-771-77-83-93-893 2-0-964-771-77-93-893 انشاءالله که بتونیم پاسخها رو کامل در اختیار شما بگذاریم و در اسرع وقت که شما هم انشاءالله به مشکلی بر نخورید. ممنون و متشکرم. و اما سوالات بینندگان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه چند بار وعده دادیم، ترسم عزیزان بگن که خب شما یا فراموش کردید یا علی حال موند جواب سوالم. اونی که تو ذهنم هست از قبل مونده بود، یکی راجع به اون بزرگواری که پرسیده بود راجع به دخترش که در بابت نماز به من میگه مگه دین اجباری نیست؟ بله. پس چرا بچه رو از بچگی مجبورش میکنید؟ مختصرم گفتیم که اگر بچه را از کوچیکی تمرینش میدن به نماز، یک سنتی است که ثابته، یعنی تمام عقلای دنیا در آموزش دادن بچه هاشون به آداب تلاش میکنن، از کوچیکی شروع میکنن، نمیذارن وقتی سن بزرگ شد و دیگه پیوند سخت شد، دیگه آموختن مشکل شد، دیگه ملکه شدن سخت شد. آدم تا کوچیکه یه چیزی ملکه بشه، یاد بگیره، مقید میشه. اما بعد دیگه خب ما راجع به مسواک اینو میدونیم، راجع به تمیز بودن اینو میدونیم، راجع به اینکه زباله رو کجا بذاریم میدونیم، راجع به اینکه ظرف و راجع به اینکه کسی وارد میشه سلام بکنیم، بزرگتر پاشیم وایسیم احترام بگذاریم، اینا رو میدونیم، ناخونامونو بگیریم میدونیم. خب ما چون مسلمان هستیم، باورمون این هست همه اینها قابل مقایسه با نماز نیست. بنابراین بچه رو باید از کوچیکی یادش بدی آداب رو، از کوچیکی هم باید یادش بدی که رکوع کنه، سجود کنه، نماز رو آرام بخونه، با تومعنینه بخونه، اگه پسر حمد و سوره رو بلند بخونه، اگه دختر پوششش چجوری بوده باشه. خب اینا رو وقتی از بچگی یاد گرفت، خصوصا دختر وقتی 9 سالش تمام شد دیگه بلده، کامله، دیگه نیاز نیست. بچه 10 12 سال 13 سالش شده، دختر میبینی هنوز یه عالم نمازش اشکال ایراد داره، یه نماز یکی در میون میخونه، دیگه نمیشه. الان نمیگه نمیشه، سخته. شما دیدید بعضی که سنشون بالا هست حمد و اشتباه میخونه، میگه دیگه حاج آقا نمیشه دیگه، همینی که هست، کاش که از بچگی یاد گرفته بودن، به من یاد ندادن. خب برای اینکه به این درد مبتلا نشیم، حتما باید بچه رو از کوچیکی، این معناش اکراه و اجبار نیست، این منظور معناش آموزش دادن مکارم اخلاق، یاد گرفتن زیبایی هاست. مثل یک چوب تر میمونه که اگر در زمانی که هنوز تر و نرم هست به یه شکلی بدیم، زمانی هم که خشک بشه این شکلی باقی میمونه، ولی اگر خشک شد بخوایم بهش شکل بدیم، سریعا شکننده و ترد خواهد. توی طفولیت همینه دیگه، مضمون روایت برای اینه که علمی که در طفولیت هست مانند نقشیست که بر روی سنگه، وقتی ملکه میشه براش میپذیره دیگه، اون اجباری که الان ما فکر میکنیم توی سن بالاتر دیگه براش حل شده است و جز امور زندگیه هر روز مرش خواهد شد. و اتفاقا بچه دوست داره. یادتون از اون مثالی که میگفتن آقا بیاید این طلاها و نقره ها رو بردارید خرج فقیر فقرا بکنید، اماما نیاز به طلا و نقره ندارن؟ طرف گفته بود قصه نخورین، طلا و نقره ها هم همون
فقرا دادن بله. ما میگیم بچه‌ها خودشون دین رو دوست دارن، تو فطرتشون حجاب و نماز و رکوع و مهر هست، نیاز نیست ما قصه بخوریم که آیا این مثلا فشار وارد بله یا نه، ما فقط کافی خودمون انجام بدیم، زمینه رو براشون فراهم کنیم، تشویقشون بکنیم، بله اونا خودشون در فطرتشون بندگی خدا هست. الحمدلله. خیلی ممنون. و اما سوالاتی که توی این چند روزه باید به ما رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در خانواده‌ای که زندگی میکنم خیلی غیبت میکنن، من بارها توبه کردم اما اصرار اونها باعث تکرار این اشتباه، که البته من میگم این گناه شده، حالا توبه واقعی کردم و خدا رو شکر مدتی غیبت نمی کنم. این همین تمرینه. آره، آدم بتونه چیزی مثل غیبت رو ترک بکنه، چون واقعا سخته، کسی که عادت داره به غیبت کردن یعنی نمیتونه زبونش کنترل کنه، کنترل زبون خیلی مشکل تر از کنترل بقیه قواست. تونسته این کار انجام بده، نشون دهنده این که انسان همیشه میتونه تغییر کنه، هیچ وقت نباید ناامید باشه، نه دیگه نمیشه، فایده نداره، نه اینطور نیست، میشه. و ادامه مطلبشون، اما همواره خود حالا گاهن یا ناخواسته غیبت‌هایشان را میشنوم و شنیدم که میگویند شنیدن غیبت همان حکم غیبت رو دارد. حالا من چه کار کنم؟ ممنون شما راهنمایی کنید. خب شما بزرگوار که خدا یارتون کرده تا اینجا قسمت سختش رو گذروندید، این قسمت خیلی آسونه. اولا باید سعی کنم تو اون جلسات شرکت نکنم، میدونم خونه فلانی برم تا بشینم شروع میشه به غیبت کردن، خصوصا اگه خانم بوده باشه، فلانی کجا رفت، عروس فلانی چیکار میکنه، فلانی زندگیش چجوره، بچه فلانی خبر داری یا نه، میدونم فقط تو این وادی هاست. اینطور نیست که تا باش بشینم بگه که تو جلسه فلانی بودیم، فلان صحبت شد، این مسئله حکمش چی میشه، بیا کتاب فلانی، اگه بیکاری بیا یه ختم قرآن هست، دو تا سوره تو برده، یه سوره شو من بردارم بخونم، اینطور نیست. خب سعی کنم کمتر، و اگرم تو اون جلسه قرار گرفتم کم کم قوی بشم، خجالت نکشم، حالا به میگن خشک مقدسه، میگن تو اینجوری چرا شدی فلان، بپذیرن و پشت شما سر شما حتما شما رو مدح میکنن که فلانی سبب خیر میشه، تا میشینه جلسه رو عوض میکنه حال هواش رو. قصه یاد بگیرید، قصه رو بخونید، یه جریانی، یه دعایی، یه فضیلتی، یه کرامتی، یه معجزه‌ای، ملاقات با امام زمان علیه السلام، اینها رو یاد بگیرید تو جلسات که میشینید. تا نشستید و یه مقدار خستگی در اومد قبل از آنی که شروع کنن به غیبت کردن، شما فضای جلسه رو با معنویات تغییر بدید. خواهید دید دیگران هم همون رو میگیرن، ادامه میدن و لذتش خیلی بیشتر خواهد بود. همه خوشحال میشن. بنابراین اگر این شد، اگر دیدید نه، نسبت به اون مجموعه نمیتونید، زورتون نمیرسه، از اون طرف هم مجبورید که تو اون جلسه باشید، سعی کنید که گوش نکنید. اگر نمیتونید بلند شید از اون جلسه، حواستون پرت کنید، یه کتابی رو برداشت کنید به مطالعه کردن، سعی کنید گوش ندید. نمیگم سرخ بشید، دست بکنید تو گوشاتون یه جوری که بگن این منده خدا خله مثلا یا مشکل داره، نه، مؤدبانش که انسان نصیحتشون کنه، مرحله دوم بلند شه بره، مرحله سوم حواسش رو پرت کنه، این هم قصه موسیقی، گوش نکنه، دقت نکنه در حرفایی که میزنه، و ان شاء الله این روش شما تاثیر میکنه، اونها هم دست برمی‌دارن ان شاء الله. خدا خیرتون بده. سلام، خسته نباشید. اگر آدم در میان نماز شک کند که به آیا قنوت نماز رو خونده یا نه، یا اینکه تشهد رو خونده یا نه، باید چیکار بکنه؟ قانون هر جزئی که شما در شک کردید از اجزاء نماز اینه، اگر همون در همون مرحله هنوز هستید انجامش بدید. مثلا من الان ایستادم قبل از رکوع، نمیدونم قنوت کردم یا نکردم، ولی قنوت مستحبه، اشکال نداره قنوت کنید. اما اگر رفتید رکوع دیگه مرحله قنوت گذشته، نمیخواد دیگه قنوت انجام بدید. اگر یقین کردید، بله اگر یقین کردید که قنوت انجام ندادید، بعد از رکوع دعاست، دعا هر جای نماز مشکلی نداره، بعد از رکوع اللهم صل علی محمد و علی محمد برید سجده، اشکال هم نداره اگه ترک بکنید. اما اگر مثلا در سجده شک دارید که رکوع کردید یا نه، دیگه تو سجده که نمیشه برگشت رکوع، جزء ارکان هم هست، شک هم دارید، میگید ان شاء الله رکوع رو انجام دادم، پاشدید ایستادید، نمیدونید رکوع کردید یا نکردید، اگه ایستادید هنوز وارد رکعت بعد نشدید، هنوز رکوع رکعت بعد رو انجام شک کردید، تشهد رو انجام دادید یا ندادید، بنشینید تشهد رو بخونید، پاشید نماز رو ادامه، چون هنوز وارد رکن بعدی نشدید. بنابراین اگر وارد جزء بعدی شدید، بابت این قیام هم باید سجده سهو احتیاطاً بعد از نماز انجام بدن. درست، قانونش اینه، میگن قانون قاعده تجاوز، قاعده تجاوز اینه که اگر از هر جزئی رد شدی وارد جزء بعد شدی، شک کردی قبلی رو انجام دادی یا ندادی، باید بگی انجام دادم.
وجهش هم تقریبا نمیگیم علتش اینه که روایت میگه تو در زمانی که عملی رو انجام میدی حواست جمع‌تر از بعدشه، معمولا نماز درست میخونی، لذا اینه که زیاد شک میکنن میگن به شکتون اعتنا نکنید. چرا؟ چون حواست موقع عمل جمع‌تر از الانه که هی داری شک میکنی، بگو انشالله انجام دادم. نمیشه من ولی اگر درصدش زیادتر بود دیگه باید احتمال رو بده. نه، که تا زمانی که یقین نکرده یا اطمینان نداره، بله وقتی یقین کرد که بابا من الان رسیدم به رکوع، تشهد رو انجام ندادم، نماز رو تمام میکنم، یک تشهد بعد از نماز انجام میدم و نماز رو احتیاطاً اعاده میکنم. اما نسبت به این سوالی که بزرگوار فرمودن در اجزاء بعدی نماز شک کردیم، اعتنا نکنیم. اگرم خدای نکرده شک ها زیاد شد، نشون دهنده اینه که شخص داره دچار وسواس میشه و کسی رو شک دیگه اصلا اعتنا نکنه. بسیار ممنونم، خدا حیرتون بزن. سوال بعد اینه که سوالم این است که تاتو یا سایه‌ای که بر ابرو نقش داده میشه و طریقه کارش هم با سوزن و زخمی کردن پوست است و خارج شدن خون، حرام است یا خیر؟ آیا انجام دادنش دیه هم داره یا نه؟ اگر منظورتون راجع به وضوعه که این رو تو سوالتون نیوردید، خب شاید هم میدونید که از این نپرسیدید، اینی که کاشتنیه، اینی که تزریقیه، چیزی جلوی پوست رو نمیگیره، چسبوندنی نیست، برای وضوع غسل مشکلی نداره. خارج شدن خون هم تا این اندازه ظاهرا مشکلی نداره، کراهت داره اما حرام نیست. چرا؟ چون ضررش ضرری نیست که مثلا سوی چشم رو کم بکنه، بدن رو دچار فلج بکنه، از عضوی از اعضای بدن رو از کار بندازه. این اندازه خون خارج شدن اشکالی نداره. شما همونطوری که انگشتتون رو میدونید میتونید برای آزمایش قند بدید سوراخ کنن خون خارج بشه، میتونید برای زیبا کردن صورت هم تزریقی رو انجام بدید. این چون فایده داره چه بسا ثواب هم داشته باشه با. اگه مقدمه تشخیص بیماریه چه بسا واجب هم باشه. اما اون چون فقط برای زینت مکروهه که آدم خودش رو زجر بده برای خاطر اینکه یه زیبایی اونم شاید البته پیدا بکنه، نکنه بهتره، ولی اشکالی نداره. چسبوندنی اگر هست برای وضوع غسل اشکال داره، باید بکنه. بسیار ممنون شد. سوال بعد اینه که سلام علیکم، التماس دعا دارم. قوانین شارژ در آپارتمان ها طبق کدام قوانین اجرا می شود؟ چون هیچ کس طبق قانون تملک آپارتمان ها هزینه های شارژ رو نمی گیرد و می گویند طبق عرف باید اقدام شود. آیا به روش عرف که چقدر هم ناحقی می شود صحیح است؟ ببینید شما وقتی یک آپارتمانی رو توی مجتمعی می خرید، طبیعتاً اینا رو هم به شما میگن که آقا اینجا قانون شارژش اینطوره، به این شکل انجام میشه. شما با علم به این قانون اونجا رو می خرید، مجبور که نیست انسان بخره، درسته؟ بله. با علم به این اونجا رو می خره، دیدی انتخاب کردی و حالا خرید، بنابراین اشکالی از این جهت نداره چون عرضه رو پذیرفتی. بله، من پذیرفتم این خونه رو با این قیمت با این شرایط بخرم. حالا این شرایط درستی هست یا درستی نیست، این یه بحث دیگه است. باید در جای خودش بنشینن بگن بابا این نسبت به این شخص، نسبت به این طبقه، نسبت به این ظلمه، این درست نیست، این عادلانه نیست. عادلانش اینه که نسبت سنجی بشه، عادلانش اینه که فلان و بقیه شرایط، یعنی اینطوری باید باشه نه اینی که هست. فرض بکنید یه خونه هست، یه کنتور قدیم اینطور بود، سه طبقه، یه کنتور برق بیشتر ندارن، یه کنتور آب بیشتر ندارن، توی یه طبقه یه پیرمرد یه دونه پیرزن تنهاست، توی طبقه دیگه 10 نفر 15 نفر آدم هستن. خب اینا باید به اندازه مساوی بدن آب و برق رو؟ نه، خب انصافش اینه که مساوی نبوده باشه، اما قانونی که باید مساوی تقسیم بشه. خب موقعی که من این خونه رو خریدم یا این خونه رو اجاره کردم به من گفتن با این شرط، لذا این رو هم تو حساب کارم آوردم و اقدام کردم، بنابراین اشکالی نداره. اون طرف هم وقتی میگیره از این جهتش مشکلی نداره، چون شرط شده در ضمن قرارداد اجاره که باید نیمی از یا یک سوم پول آب و برق و گاز رو شما پرداخت بکنید. اما اگر نه، این بعدن میخواد اجرا بشه، ما اینجا یا مجتمعی رو ساختیم، حالا میخواییم قانون شارژش رو تصویب بکنیم، حتما باید مصالحه بشه. یعنی اگر قانون خودش اجرا نمیشه میگن عرف، عرف هم یه قانون ظالمانه ای هست، حتما اون افراد باید با هم مصالحه کنن. اگه مصالحه نکردن، اون کسی که مسئول مجتمع هست گفت الا ولا بود این گناه داره، اون کسی که پول میگیره گناه داره، اگه من با نارضایتی بدم گناه داره، و اونی هم که میگیره مالک این پول نمیشه و زندگی به هم ور میشه، یعنی پر از حرام میشه. خیلی متشکرم. سوال بعد این هستش که آیا ناخن مصنوعی و مژه مصنوعی که یا کاشت موی مصنوعی جایز است اولا،
دوباره هنگامی که شخص فوت میکنه تکلیف چیست؟ از جهت کاشتن چه مشکلی داره آدم بکاره؟ موجه، مو، ناخون. ولی مشکل آثار بعدشه، چون کاشتن مثلا در ناخون تزریق میکنن، بعدم برای اینکه این ناخون نیفته به ناخون قبلی پوششی میدن و میپوشونه ناخون قبلی رو تا این کامل بشه. راجع به مو ممکنه مقداری از پوست سر رو با یک موادی، نه اینکه فقط تزریق کنن مو رو در پوست، یه مقداری از ممکنه پوست رو بپوشونه. باید ببینید چگونه است. اگر مانعی در عضوی از اعضای وضو و غسل ایجاد میکنه این نمیشه. یعنی شما الان این تزریق رو میتونید انجام بدید، اما موقع نماز و غسل وضو باید چیکارش کنید؟ این مانع رو بردارید. بنابراین این کار از اول انجام ندید. کاری رو انجام بدم که در وقت نماز من از انجام غسل و وضو چی بشم؟ عاجز بشم. این جایز اصلا نیست. از اول نباید بکنم این کار رو. بله. اگه نماز نبود، اگه وضو غسلی نبود، مشکلی نداشت. بنابراین این کار انجام نشه. نسبت به بعضی از انواع اینها، مثلا ممکنه ابرو یا موجه بشه برش داشت و دوباره الان دوباره نصبش کرد، خب اشکال نداره، برای وضو غسل برمی‌داره دوباره نصبش میکنه. اما اگر نه، یه جوری هست که مانع میشه، یعنی روی پوست نصب میشه، اینطور نیست که تزریق داخل پوست بشه که چیزی گرفته نشه. خلاصه ببینید، بپرسید، تحقیق کنید. قانونش اینه، اگر مانعی برای یک ذره از ناخن، یک ذره از پوست ایجاد میکنه، بله اشکال داره، اگر نه اشکالی نداره. ناخون که معمولا این کارو میکنه، یعنی حتما مانع ایجاد میکنه. بله. گرفتن ناخون میت و زدن موی بدن چه حکمی داره؟ ضمناً یه مسئله دیگه هم اینم تکمیلش عرض بکنم. این کسی که این کارا رو میکنه از دنیا که میره چیکارش باید کرد؟ خب موقع غسل میتش میخوان بدن، باید حتما اینا رو جدا کنن. خب انسان در زمان حیاتش خودش بکنه، بله، کاری بکنه که مانع ایجاد در بدنش نباشه. بسیار. گرفتن ناخن میت و زدن موی بدن چه حکمی داره؟ این کار نباید بشه مگر اینکه مانعی بوده باشه برای رسیدن آب غسل به بدنش. ناخنش خیلی کثیفه و نمیشه که پاکش کرد، راهش فقط اینه که این ناخن گرفته بشه. خب اگه این ناخن گرفتن، این ناخن رو و این مو رو حتما باید با میت دفن کنه. آیا میشود میت رو چند کفن کرد؟ اشکالی نداره. اگر بدن میت پس از غسل خون بیاید با پنبه پاک کنن کافی است یا اینکه باید آب بکشه؟ نسبت به کفن که حتما میگن باید آب کشیده بشه، مگر عسر حرج باشه و امکانش نیست. راجع بدنش هم همینطور، یعنی اگه امکانش هست که این بدن آب کشیده بشه، آب کشیده بشه، اما اگر امکانش نیست ساقط میشه، یعنی نمیتونن. ولی خب معمولا مقدوره. امکانش نیست معناش اینه که اگر بشورن دوباره خون جاری میشه، هر کاری بکنن خون بند نمیاد. اما اگر مثلا مجرای بینیه، بدن زخم نیست، جراحتی نداره، خون بند اومده چون بعد از فوت و مدت گذشته زمان جریان خون قطع میشه، شسته بشه خون دیگه نمیاد، اون مقدارم که میشه روشو بستن، اشکالی نداره. اما اگر نه، هر چی بشورن بازم خون میاد، هیچ فایده نداره، جایی نیست که بسته بشه خون، اون مقدارش که دیگه عسر حرج ساقط میشه. در زمان غسل نیاز میشه دیدید تو پلاستیک میذارن، دیدید بعضیا رو که بدنشون پر از جراحتی، هر کاری کنن کفن خونی میشه، بدن رو تو پلاستیک میذارن بعد کفن میکنن. یعنی در پاک بودن کفن اولاست نسبت به بدن. کفن باید پاک باشه، اما بدن اگر میشه پاک بشه، اگر نه که دیگه. بسیار. در بحث وهار اگر مردی، معذرت میخوام، کفن هم اگر خونی شد، فرض کنید پلاستیک نبود، اومدیم دفع کنیم، دیدیم یه مقدار از این پنبه مثلا خون به کفن رسیده، اگه میشه کفن رو بشورن همونجا بشورن، اگر نه میشه کفن زیاد اون ایتکه رو ببرن ببرن، اگر نه هیچ کدومش امکان نیست که دیگه همون غسل و حرج میشه. اگر در بحث زهار مردی به شوخی به زنش بگوید تو جای مادرم هستی، باز هم باید کفاره؟ شوخی و عصبانیت و این آثاری برش بار، شوخی یعنی آدمی که قصد نداره، بله، یه حرفی از دهنش بدون قصد در اومده آثار با. چون این جور امور از امور قصدی، ولی نکنه آدم بهتره. بعد اگر از باب مثلا قدر و مقام هم بگه، باز همین گونه است؟ نه که خیلی هم خوبه، جایگاه شما جایگاه من، اما احترامی که برای مادرم قائلم برای شما، پس کفاره رو در بر نداره. نه. آقا خواستن که شما کلاس اخلاق در شبکه تدریس کنی، ما از این برنامه ها و احکام کسب معرفت میکنیم، اگر کلاس اخلاق هم بذارید ممنون میشیم. ما مباحث اجتماعی طرح میکنیم، به اندازه که بلد باشیم میگیم، اونم معناش این نیست که عمل میکنیم، سعی میکنیم ان شاءالله با گفتن خدا توفیق عملم بده. اما علی حال اینا به هم گره خورده، مباحث فقهی با مباحث اجتماعی با مباحث اعتقادی واقعا به هم دیگه گره خورده. الان هم بحث قضا و شهادت
میگیم که باید عادل باشه، یعنی مباحث اخلاقی. میگیم باید مؤمن باشه، یعنی مباحث اعتقادی. راستی این مباحث به هم گره خورده. شهادت، کسی که شهادت میده، قاضی باید بهش بگه این قسمی که تو داری میخوری به اسم مدعی، این قسمی که داری میخوری یا جناب منکر، قسم به اسم جلال است. میدونی به کی داری قسم میخوری؟ خب این مباحث اعتقادیه. راستی مباحث شهر به هم شدید نزدیکه و نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. انشاءالله دعا بفرمایید خدا به همون توفیق بده. انشاءالله. سوال کردن آیا مسافر میتونه توی حرم امامان در صف اول جماعت نماز بخونه؟ فرقی نمیکنه حرم یا هر جای دیگه، مسافر صف اول میتونه بایسته؟ جواب بله. ایستادنش تو صف اول مشکلی نداره، فقط چیزی که هست آثاریه که برش بار میشه. یعنی چی؟ فرض کنید سه نفر مسافر تو صف اول وایسن، این سه نفر اگه کنار هم وایسن، وقتی که دو رکعت در نمازهای چهار رکعتی سلام میدن، اگه سریعا بلند شن تکبیر بگن، بقیه صف مشکلی پیدا صف اول مشکلی پیدا نمیکنه. اما اگر نشستن دیگه پا نشدن، بقیه صف اول نمازشون فرادا میشه و از نماز جماعت محروم میشن به خاطر این سه تا. بنابراین یا با فاصله وایسید کنار هم وای نسید توی صف اول، بله، یا اینکه بعد از آنی که سلام نماز رو دادید سر دو رکعت بلند شید سریع نیت کنید یه نماز قضایی، نماز احتیاطی، تا اتصال صف به هم نخوره. بنابراین این که دیدید تو نماز جماعت ها میگن نماز شکسته صف اول نیسته، به جهت اینکه خب طرف شاید رعایت نمیکنه، میشینه، به علت اینکه شاید دو سه نفر بغل هم دیگه، من نمیدونم بغلی من مسافره یا نه، اینم نمیدونم بغلی من، یه وقت نگاه میکنید 5 6 نفر 10 نفر با هم دیگه تو مثل حرم ها و اینها که مسافر زیاده، شما ملاحظه کردید گاهی اوقات انسان وقتی که مثلا وطنشه، ما تو حرم امام حسین علیه السلام پا میشیم برای رکعت سوم، یه وقت نگاه میکنیم ما تنهاییم، تمام جمعیت نشستن، یه چند تایی اونجا آخه این حالت نسبت به ما حالا مشکلی نداره، اگه بلند شن سلام تکبیر بگن که انشالله مشکل اصلا نداره. اما فرض بکنید امام جماعت پاشد که رکعت چهارمو بخونه، همه نشستن، وقت تو صف چهارم 10 نفر 15 نفر ایستادن که نماز چهار رکعتی میخونن، خب اینا اگه بقیه جمعیت نشستن از جماعت محروم میشن. بعد اجازه بدن اونا بیان صف اول که لااقل جماعت برای یه لحظه هم که شده خراب نشه، نظمش به هم بیاد. بسیار ممنون. سوال پرسیدن که فاصله بین زن و مرد در نماز چقدر باشد؟ اگر مردان مشغول خواندن نماز جماعت هستند و بنده به فاصله چند قدم نماز فرادا بخوانم ایرادی دارد؟ مثلا جا نبوده میخواستم نماز اول وقت بخونم. به نظر از تایت لازم شیرازی اشکالی نداره، حتی اگه زن جلوتر از مرد هم بوده باشه باز هم مشکلی نداره تو نماز فرادا. شما میخوای نماز فرادا بخونی، ولی خب بهتره که فاصله بوده باشه، خصوصا اگه زن جلوتر هست، به اندازه این فاصله باشه که نگن آقا پشتر خانم ایستاده داره نماز میخونه. حالا حتی اونها هم که میگن اشکال داره، اون کسی که نماز رو دوم میخونه نمازش مشکل داره، نه اون کسی که اول. بنابراین اشکالی نداره. این سوالی که شما پرسیدید، یه جا نماز جماعته، آقایون دارن نماز جماعت میخونن، شما دیدید جا نیست، جز اینکه بیاد اون جلو مثلا توی ایوونی جایی هست اونجا وایسید نماز بخونید، اشکال نداره، هم نماز شما درسته هم نماز جماعت. اما خب بیشتر فاصله پشتشون رو مثلا چند قدم نماز فرادا، یعنی آقایون اینجا هستن، ایشون میخواد جلو وایسه بیاد عقب‌تر، یعنی فاصله نمیخواد فرادا نماز بخونه این شخص، همون فرادا فرادا دیگه اگه پشت هست چسبیدم که باشه مشکلی نداره، کنارشون هم باشه، حتی من میگم جلوشون هم که باشه. مردان مشغول خواندن نماز جماعت هستن و بنده به فاصله چند قدم نماز فرادا بخوانم ایرادی داره؟ پشت سر که قطعا اشکالی نداره، ما عرض میکنیم حتی اگه جلوتر کنار هم بودید نماز شما فراداست مطمئنا اشکالی نداره، ولی به جهت اینکه بالاخره زن باید پوشیده باشه، اگر شما جلو اومدید ایستادید نماز جماعت پشت سر شما تو حرم داره خونده میشه، شما بیاد این همه جمعیت مورد توجه میشه، خصوصا قیام رکوع اینها نشه بهتره. بسیار عالی. با این آخرین سوال چون فرصتم کم تزیده، با سلام قسم خوردن از روی عصبانیت که اسم جلاله رو هم برده شود قبول است یا باطل؟ گفتیم نه، عصبانیتی که طرف حالیش نیچی داره میگه، بعد که آروم میشه بهش میگه من به خدا قسم خوردی، گفتی به خدا من اگر حرف تو راست بوده باشه فلان کار انجام میدم، خب حالا ثابت شد حرف من راسته، به قسمت عمل کن. میگه من همچه حرفی زدم؟ بنده خدا من گیره یه ذره پولم چطور گفتم من مثلا 5 میلیون فلان میکنم 10 میلیون. لذا انسان در حالت عصبانیت، چون حالت عادی نیست، آثاری بر قسمش نظرش بار نمیشه. ممنون، متشکرم، در پناه از تحقق باشین. از شما بینندگان هم تشکر میکنم. تا فردا، یا علی بدر. مفهوم شد.